در میانه اعتراضات و اعتصابات سراسری در ایران خامنه ای مفعول رهبر زحاک جمهوری اسلامی پانزده آذر در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور تاکید کرد و از این شورا خواست با کمک پایه های فکری انقلاب فرهنگ و روحیه انقلابی را بار دیگر تجدید کنید. به نظر می رسد او تصور می کند اعتراض مردم علیه نظام فاسد جمهوری اسلامی و خودش به دلیل این است که در تبلیغ رژیم و انقلاب اسلامی به اندازه کافی تلاش نشده است. خامنه ای که در ایران در بیش از سی سال رهبری وی با بحرانهای ریز و درشت دست و پنج نرم می کند تاکید کرد شناخت ضعف فرهنگی و دستیابی به راه حل آلمانه از الزامات مهندسی فرهنگی کشور است. خامنه ای همچنین رسد دائم تغییرات معمولا پنهان فرهنگی و علاج به موقع آنها را از ملزومات باسازی انقلابی ساختار فرهنگی دانست و توضیح داد اگر در فهم مستمر این تغییرات و ممانعت از اثرگذاری منفی آنها دچار ضعف و عقب ماندگی شویم حتما جامعه دچار خسارت خواهد شد که آشفتگی فرهنگی یا افتادن زمام امور فرهنگی کشور به دست دیگران مهمترین این خسارات است از قرار معلوم او جامعه و مردم و شهروندان را مانند ابزاری می‌بیند که حکومت میتواند آنها را به هر شکلی که دلخواهش است در بیاورد آن هم در حالی که طی چهار دهه جمهوری فاسد اسلامی در تمامی این تلاش ها شکست مفتزهانه خورده است از سوی دیگر اما اظهارات خامنه ای دجال به نوعی با وضعیت فعلی جامعه در ایران مطابقت دارد چرا که بیانگر همین شکست و عدم تمایل جامعه به الگوهای تحمیلی است. در اعتراضات سراسری در یازده هفته گذشته مردم تندترین شعارها را علیه رهبر فاسد جمهوری اسلامی و نیروهای دجال بسیج و سپاه اهریمنی پاسداران سر دادند که حتما به گوش او نیز رسیده که بر ضرورت بازسازی فرهنگی تاکید میکند محمد حسین سفار هرندی فاسد عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام با اشاره به اعتراضات مردم میگوید یک سؤال بسیار مهم این است که چرا در این فتنه ها همه تیرها به سمت رهبری نشانه رفته است و دهانها وقتی گشوده می شود هرزگی هایی می بینیم و الفاظ رکیکی می شنویم که تا به حال سابقه نداشته است. به راستی نیز طی بیش از هشتاد روز که از آغاز اعتراضات گذشته بارها در خیابانها بدترین دشنامها و شعارها علیه خامنه ای در سراسر کشور سر داده شد اما گویا شعاری که دانشجویان دانشگاه آریا مهر یا شریف نصار او کردند روی دل عوام نظام مانده است سید محمد حسینی معاون فاسد پارلمانی دولت سیزدهم که به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه علامه رفته بود با اشاره به توهینهای رکیک علیه خامنه ای خواستار رسیدگی به تخلفات دانشجویان شده است محمد مقیمی صفاک رئیس فاسد دانشگاه تهران نیز در اظهاراتی مشابه تهدید کرده هنجار شکنان را پاسخگو می کنیم و گفته برخی اساتید در برابر هنجار شکنان مماشات کردند علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی خامنه ای دجال در مقاله بلند با عنوان ماهیت منشا و ابعاد اختشاشات 1401 می نویسد یکی از راهبردهای این اعتراضات قداست زدایی از مقدسات بود و در این اختشاشات یک شعار علیه دولت داده نشده تمام تمرکز روی رهبری است آنچه عوامل رژیم را نگران می کند افول بیش از پیش مشروعیت رهبری و خامنه است مشروعیتی که نه تنها آنها معتقدند بلکه در قانون اساسی جمهوری فاسد اسلامی آمده که نه از مردم بلکه از سوی خدا گرفته و به رهبر و ولی فقیه اعطا شده است مسئله برای حکومت زمانی حادتر می شود که درون خانواده نیز این مشروعیت به پرسش کشیده می شود. بدری حسینی خامنه خواهر علی خامنه با انتشار نامه‌ای که در توییتر فرزندش محمود مرادخانی منتشر شده از برادر خود اعلام براعت کرد. در این نامه سرگشاده او از برادرش به دلیل نشنیدن صدای مردم ایران به شدت انتقاد کرده و نوشته است برادرم صدای مردم ایران را نمی شنود و به نادرستی صدای مزدوران و جیرخارانش را صدای مردم ایران می شمارد و آنچه برازنده خودش می باشد را به مردم قیور و ستم دیده ایران اطلاق می کند بدری حسینی خامنه ای در این نامه از خلافت مستبدانه علی خامنه ای اعلام براعت کرد و یادآور شد که من به عنوان وظیفه انسانی خود سالها پیش بارها و بارها صدای حق طلبی مردم را به گوش برادرم علی خامنه رساندم ولی پس از آنکه دیدم گوش شنوایی ندارد و راه خمینی را در سرکوب و از بین بردن مردم بیگناه ادامه می دهد با او قطع رابطه کردم. متن کامل نامه بدری خامنه ای همسر شیخ علی تهرانی از مخالفان جمهوری فاسد اسلامی که چندی پیش درگذشت و مادر محمود مرادخانی ساکن فرانسه و فریده مرادخانی که به تازگی در دوم آذر دستگیر شد به شرح زیر است از دست دادن فرزند و دوری از فرزند اندوهی بزرگ برای هر مادر است مادران بسیاری در طول چهار دهه گذشته داغدار شدند مناسب دیدم که همراه با براعت جستن از برادرم مراتب همدردی خود را با همه مادران ازادار جنایات رژیم صفاک جمهوری اسلامی از زمان خمینی تا دوران کنونی خلافت مستبدانه علی خامنه ای اعلام دارم من نیز چون همه مادران ازادار ایرانی در غم دوری از فرزندم هستم برای نخستین بار نام این حرامزاده فاش شد این شخص را حتما به خاطر بسپارید فوری فوری رازی که فاش شد دقایق پیش منتشر و تایید شد امیر عباس سلطانی نماینده وقت مجلس میمونها چندی پیش در مصاحبه ای با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود بابک زنجانی در جلسه کمیسیون انرژی مجلس گفته وزیر سابق آقای رستمی من را به محلی دعوت کرد. در آن روز وزیر نفت با سه وزیر دیگر و همراه رئیس کل بانک مرکزی جلسه ای داشت و پس از پایان آن جلسه بیرون آمد و به من که پشت در اتاق جلسه بودم گفت شما می توانید یک قرارداد نفتی ببندید. نام امیر سلطانی را به خاطر بسپارید. نیمی از اختلاس های ایران توسط او انجام شده بابک زنجانی و دیگران شاگردان او نیز نبودند به تازگی اطلاعاتی از این ملعون منتشر شده که انتشار آن و همگانی شدن آن باعث حیرت هموطنانمان خواهد شد اما به زودی آن را منتشر خواهیم کرد